همه چیز درباره حادثه چرنوبیل، از علت وقوع تا خسارات سنگین. در این بخش همه چیز درباره حادثه چرنوبیل را مرور می‌کنیم. فاجعه چرنوبیل که در دهه 80 میلادی اتفاق افتاد، بدترین حادثه هسته‌ای در تمام تاریخ می‌باشد. این حادثه در نیروگاه چرنوبیل و در کشور اوکراین اتفاق افتاد. البته در ابتدا این حادثه و خسارات آن توسط دولت جماهیر شوروی پنهان شد، اما فاجعه به حدی بود که به تمام کشورهای همسایه اوکراین خسارت زد. در ادامه با ما همراه باشید تا به نقد و بررسی حوادث جبران ناپذیر این فاجعه وحشتناک بپردازیم. چرنوبیل کجاست؟ چرنوبیل شهری در اوکراین است که در استان کیف پایتخت اوکراین و در نزدیکی مرز بلاروس قرار دارد. شهر چرنوبیل به علت حادثه هسته‌ای که در نیروگاهش اتفاق افتاده خالی از سکنه شد. این حادثه در 26 آپریل 1986 میلادی، دقیقاً 25 سال پیش در چنین روزی، در راکتور عدد 4 نیروگاه چرنوبیل اوکراین که از نوع راکتورهای RBMK بود رخ داد. از حادثه اتمی چرنوبیل به عنوان بدترین حادثه اتمی غیر نظامی تاریخ جهان نام برده شده است. استفاده از انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز در کنار منافع و مزایای بسیاری که برای کشورها به ارمغان می‌آورد، خطرات و چالش‌های بهداشتی و زیست محیطی متعددی را نیز ممکن است با خود در پی داشته باشد. به خصوص زمانی که به کارگیری انرژی هسته‌ای از قالب کنترل شده خارج شود. هر گونه کوتاهی و اهمال کاری در این خصوص عوارض جبران ناپذیری برای سلامت انسان و محیط زیست به همراه خواهد داشت. یک انفجار هسته‌ای ناخواسته یا تعمدی، نشت مواد رادیواکتیو از راکتورهای آسیب دیده یا فرسوده نیروگاه‌ها یا مراکز فناوری هسته‌ای، بروز آلودگی رادیواکتیو در حین حمل، جابجایی و ذخیره‌سازی سوخت و آشغال اتمی و آلوده شدن محیط و افراد عواقب فاجعه باری خواهند داشت. تشعشعات ساطع شده از هسته اتم‌های رادیواکتیو یا انفجار کنترل نشده ناشی از همجوشی یا شکافت هسته‌ای خطرهایی برای انسان و محیط زیست به دنبال دارد که به خطرات هسته‌ای مشهور است. بیشتر ما درباره حادثه چرنوبیل چیزهایی شنیده ایم. 26 آپریل 1986 ساعت 1:24 صبح شعله رنگین کمانی به اوج 1000 متری آسمان اوکراین زبانه کشید. راکتور 4 نیروگاه اتمی چرنوبیل منفجر شده بود. نشان از این واقعه بود که نبرد چرنوبیل آغاز شده بود. 8 ماه 800 هزار سرباز جوان، معدنکاران و حتی شهروندان عادی از گوش و کنار اتحاد جماهیر شوروی تلاش می‌کردند تشعشعات را کنترل کنند. آرامگاهی سنگی دور تا دور راکتور ویران شده بسازند و مهمتر از همه اینکه دنیا را از انفجاری دیگر نجات دهند. انفجار اتمی ثانویه ناشی از واکنش‌های زنجیره‌ای مهیب 10 برابر قوی‌تر از هیروشیما هر لحظه تهدید می‌کرد که نه تنها کل اوکراین بلکه نیمی از اروپا را از چهره زمین محو می‌کند. رقابتی علیه زمان که نخستین شرکت کنندگان نبرد چرنوبیل هرگز فراموش نخواهند کرد. اروپا در آستانه فاجعه بود. این حادثه با هزینه بالغ بر 200 میلیارد دلار پرخرج‌ترین حادثه تاریخ به شمار می‌رود. چگونگی بروز حادثه چرنوبیل؟ در 25 و 26 آوریل 1986 متصدیان راکتور برای انجام آزمایشی سیستم ایمنی راکتور را غیرفعال کردند و کند کننده های نوترون را از آن خارج کردند. نتیجه آن راکتوری بدون کند کننده مناسب و از بازرسی خارج شدن آن بود. بدون توانایی در نظارت راکتور دمای آن به حدی رسید که بیشتر از حرارت خروجی تحریزی شده بود. 10:11 شب 25 آوریل 1986 نیروگاه چرنوبیل دستور کاهش میزان قدرت راکتور برای تست را دریافت نمود و نیروگاه شروع به کاهش قدرت راکتور عدد 4 تا 30% نمود. 2 اشتباه واقعی مهلک چرنوبیل را رقم زد. نخستین اشتباه زمانی بود که نظارت کننده راکتور به اشتباه و بر اثر عدم تنظیم کردن میله های جذب نوترون نیروی راکتور را تا 1% کاهش داد.
و راکتور بیش از پیش افت قدرت پیدا کرد. در اینجا بود که پرسنل دومین اشتباه خود را انجام دادند و تقریباً تمامی میله های نظارت را از داخل راکتور بیرون کشیدند. این همانند زمانی است که اتومبیل را در آن واحد هم گاز داد و هم ترمز گرفت. در این زمان و با وجود نبود میله های بازرسی کننده، قدرت در داخل منطقه فعال نیروی راکتور به 7% افزایش پیدا کرد. 1:24 صبح، یک انفجار اولیه پوشش 1000 تنی بالای راکتور را بلند و راه را برای خروج مقدار زیادی بخار آب داغ هموار کرد و این مقدمه‌ای بود بر انفجار دوم ناشی از هیدروژن که ممکن است حاصل ترکیب بخار آب لوله‌های پاره شده و زیرکونیوم و یا حتی گرافیت هسته‌ای راکتور بوده باشد. انفجار دوم سقف راکتور را پاره کرد و 25% از تأسیسات هسته راکتور را از بین برد. گرافیت کند کننده سوزان و مواد داغ هسته که در اثر انفجار بیرون ریخته بود باعث ایجاد حدود 30 آتش سوزی جدید شد و این شامل سقف قیر، اندود و قابل اشتعال واحد 3 نیز می شد که مجاور واحد 4 واقع شده بود. عواقب حادثه چرنوبیل. تعداد زیادی از کارکنان تأسیسات در عرض چند ساعت نشانه های دریافت تشعشع رادیواکتیو را نشان دادند. عده زیادی کارمند و آتش نشان که بدون محافظ مشغول کار بودند، بیشتر به خاطر شروع آتش سوزی در سقف واحد 3 بود که پیشبینی های ایمنی را نادیده گرفتند. عده افرادی که در بیمارستان ها بستری شدند تا ساعت 6 صبح به 108 و تا پایان روز اول به 132 نفر رسید. پس از انفجار ابتدا محیط اطراف تأسیسات به امواج رادیواکتیو آلوده گشت و بعد به تدریج ابرهای آلوده به نواحی دورتر سر کشیدند و بارش باران سبب شد که بخش‌های وسیعی از اروپا به مواد رادیواکتیو آلوده شود. در اثر انفجار در راکتور بلوک 4 تأسیسات اتمی چرنوبیل مواد رادیواکتیو برای ساختن حدود 100 بمب اتمی آزاد شدند. اگرچه در آن سال مقامات اتحاد جماهیر شوروی سابق در آن زمان پخش هر گونه خبری را در مورد این فاجعه به شدت ممنوع ساختند، اما در مقایسه جوامع بشری فاجعه چرنوبیل وحشتناکترین فاجعه تکنوژنتیک انسانی در تمام تاریخ به شمار می آید. نتایج فاجعه در نیروگاه چرنوبیل از تاریخ 27 آوریل 1986 تحت ریاست کمیسیون دولتی شوروی آغاز شد. این عملیات از نیمه دوم روز 3 آوریل شروع شد و تا سال 1991 ادامه یافت. در نخستین گام، یک منطقه انزوا در محدوده 30 کیلومتری اطراف نیروگاه چرنوبیل تعیین شد. از 27 آوریل سال 1986، حکومت اوکراین ساکنین شهرهای پریپت و چرنوبیل و روستاهای داخل منطقه 30 کیلومتری حدود 100,000 نفر را به خارج این محدوده انتقال داد. مخفی کردن اطلاعات مربوط به فاجعه چرنوبیل باعث شکل‌گیری و گسترش شایعات باور نکردنی پیرامون نتایج فاجعه شد. ریاست شوروی از پذیرش همکاری بین المللی برای انجام عملیات امهای نتایج فاجعه هسته‌ای امتناع کرد. تنها در سال 1989 بود که حکومت شوروی از آژانس انرژی اتمی به منظور محاسبه کارشناسی عملیات امها تقاضای کمک کرد. فاجعه چرنوبیل وضعیت تشعشع در محدوده‌های تعداد زیادی از کشورهای اروپایی را به شدت تغییر داد که در ماه‌های می سال 1986 در تمامی کشورهای نیمکره جنوبی در اقیانوس‌های آرام، اتلانتیک و منجمد شمالی ملاحظه می‌شدند. هیچ کس دقیقاً نمی‌داند بر اثر این انفجار از 180 تن سوخت هسته‌ای موجود چه میزان از آن وارد اتمسفر شده است. با وجود گذشت 25 سال از این فاجعه، حدود 9 میلیون نفر در نواحی آلوده به رادیواکتیو چرنوبیل سکونت دارند و پیشبینی کارشناسان انگلیسی گویای این مسئله تلخ است که حدود 66,000 نفر دیگر به علت ابتلا به سرطان که انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل باعث آن شده است، در سالهای آینده جان خود را از دست خواهند داد.
که این میزان 15 برابر پیشبینی‌های سازمان ملل است. بلافاصله پس از حادثه چند نفر از مردم کشته شدند. انفجار اولیه منجر به مرگ 2 نفر از کارگران شد، اما 28 آتش نشان و کارگرانی که راکتور را تمیز کردند تنها در فاصله 3 ماه بعد از حادثه به دلیل بیماری‌های ناشی از پرتوهای رادیواکتیو و ایست قلبی جان سپردند. چند نفر از منطقه حادثه تخلیه شدند. همه ساکنان شهر پریپیت با جمعیت بیش از 49 هزار نفر که در فاصله 3 کیلومتری نیروگاه قرار داشتند، در ظرف 36 ساعت تخلیه شدند. در هفته‌ها و ماه‌های بعد، 67 هزار نفر از ساکنین منطقه جابجا شدند و به جاهایی که دولت برایشان در نظر گرفته بود رفتند. به طور کلی تخمین زده شده که نزدیک به 200 هزار نفر در اثر حادثه چرنوبیل وادار به تغییر مکان شدند. تأثیرات حادثه چرنوبیل بر سلامت افرادی که در دسترس پرتوهای رادیواکتیو قرار گرفته بودند چه بود؟ حداقل 1800 مورد سرطان تیروئید کودکان در میان جوانان 0 تا 14 ساله گزارش شد. این میزان سرطان تیروئید خیلی خیلی بیشتر از میزان طبیعی آن است. قدی تیروئید کودکان به شدت تحت تأثیر پرتوهای رادیواکتیو عنصر یود است. این قضیه باعث می شود سرطان به آسانی در کودکان آغاز شود و آن را می شود هم با جراحی و هم با دارو درمان کرد. مطالعات وضعیت سلامت روی کارگرانی که وظیفه تمیز کردن راکتور را بر عهده داشتند نشان داد ارتباط مستقیمی بین در دسترس پرتوهای رادیواکتیو قرار گرفتن و بروز سرطان در آنها وجود دارد. تأثیرات روانشناختی حادثه چرنوبیل نه تنها در آن زمان بلکه هنوز هم ادامه دارد. بلافاصله بعد از حادثه خودکشی‌های زیادی انجام شد، افراد زیادی به الکل معتاد شدند و افسردگی افزایش پیدا کرد. چه عناصر رادیواکتیوی وارد محیط اطراف شدند؟ بیشتر از 100 عنصر رادیواکتیو بعد از انفجار چرنوبیل وارد منطقه شدند. البته اکثر این عناصر نیمه عمر کوتاهی داشتند و خیلی زود پرتوزایی خود را از دست دادند. یود، استرانسیوم و سزیوم خطرناکترین عناصری بودند که آزاد شدند و به ترتیب نیمه عمری برابر با 8 روز، 29 سال و 30 سال داشتند. به همین دلیل ایزوتوپ‌های استرانتیوم 90 و سزیوم 137 هنوز در منطقه موجود است. همانطور که یود باعث سرطان تیروئید می شود، استرانتیوم سرطان خون ایجاد می کند. سزیوم هم عنصری بود که بیشتر از همه عناصر پراکنده شد و بیشتر از همه آنها در طبیعت باقی می ماند. این عنصر بقیه اعضای بدن را تحت تاثیر قرار می دهد و کار کبد و تحال را مختل می کند. منطقه ای که تحت تاثیر پرتوها قرار گرفت چقدر بزرگ بود؟ منطقه در حدود 150 هزار کیلومتر مربع در بلاروس، روسیه و اوکراین آلوده شد. این منطقه فضایی به شعاع 500 کیلومتر در شمال نیروگاه را تشکیل می‌داد. منطقه به شعاع 30 کیلومتر دور تا دور نیروگاه هم با عنوان منطقه ورود ممنوع تعیین شده و هیچ کس حق زندگی در آن را ندارد. پرتوهای رادیواکتیو در کل نیمکره شمالی به وسیله باد و طوفان‌ها پراکنده شدند که البته میزان آنها چندان قابل توجه نیست. امکان دارد که از منطقه بازدید کرد؟ منطقه چرنوبیل را می شود بازدید کرد. حتی منطقه ممنوعه که در واقع دایره به شعاع 30 کیلومتر دور نیروگاه است و البته همکنون همه راکتورها بسته هستند. هرچند هنوز بعضی ایزوتوپ‌ها در فضای منطقه وجود دارند و از خودشان پرتوسات می‌کنند، اگر به مدت کوتاهی در دسترس این پرتوها قرار بگیرید، زیاد خطرناک نیستند. بعضی از ساکنین منطقه ممنوعه با اراده و تصمیم خودشان به خانه‌هایشان برگشتند و در مناطقی زندگی می‌کنند که میزان پرتوهای رادیواکتیو در آن بیشتر از حد معمول است. هرچند این چندان کشنده نیست. قرار گرفتن در دسترس پرتوها برای مدت کوتاهی خیلی کم خطرناکتر از قرار گرفتن در مقابل حجم عظیمی از پرتوهای رادیواکتیو در یک لحظه است. در مقایسه چرنوبیل با انفجار بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی کدام قوی تر بودند؟
حادثه چرنوبیل تقریباً 400 بار قوی تر از بمبی بود که در هیروشیما منفجر شد. هرچند بمب‌های اتمی که توسط کشورهای مختلف به صورت آزمایشی در فاصله سالهای 1960 تا 1970 منفجر شدند، 100 تا 1000 برابر بیشتر از چرنوبیل ماده رادیواکتیو وارد طبیعت کردند. ساکنین قدیمی چرنوبیل همکنون در چه وضعیتی به تن می‌برند؟ 187 گروه کوچک از مردم در حال حاضر در منطقه ممنوعه زندگی می‌کنند. عده کمی از ساکنین خواستند که به این منطقه برگردند، اما به کودکان اجازه داده نشد که در این منطقه زندگی کنند. اکثر مردمی که کوچ کردند در شهرهایی که تازه ساخته شده مثل اسلاووتیچ زندگی می کنند و امروز که 25 سال از حادثه چرنوبیل می گذرد به نظر می رسد که شهر چرنوبیل همچون شهر ارواح خالی از سکونت است. حالا که نیروگاه کاملا بسته شده چه اتفاقی برای آن می افتد؟ 15 دسامبر شخص نیست. وضعیت لایه محافظتی که روی راکتور چهارم کشیده شده چطور است؟ با وجود هزاران وضعیت خطرناک و پیچیده، هزاران کارگر این لایه را درست کردند. این لایه در فاصله 6 ماهه بعد از انفجار، در حالی که پرتوهای رادیواکتیو در حداکثر میزان خود بودند، توسط کارگران ایجاد شد. سقف سیمان و فولادی سنگین با آخرین تکنولوژی ساخته شد و تعمیرات و بازسازی‌های زیادی هم مثل تهویه و قوی‌سازی سقف روی آن انجام شد. بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه برای پروژه این لایه محافظتی در 8 یا 9 سال آینده 765 میلیون دلار در اختیار بنیاد لایه محافظتی چرنوبیل قرار داده است. ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. برای حمایت از ما، اگر از اینستاگرام مشاهده‌گر این ویدیو هستید، کافیه اون رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. و اگر از یوتیوب مشاهده‌گر این ویدیو بودید، پیج ما رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مطرح شده بیان کنید. در ضمن دوستان، ما طبق عادت دو موضوع برای ویدیوی بعدی داریم که از شما عزیزان میخواییم به یکی از این دو موضوع رأی بدید تا موضوع فیلم آیندمون مشخص بشه. موضوع اول، ساخت یوفو توسط آلمان نازی، که برای رأی دادن به اون 5 قلب قرمز زیر همین پست کامنت کنید. موضوع دوم، سیری در زندگی نامه خانم مریم میرزاخانی، که برای رأی دادن به اون هم 5 قلب بنفش زیر همین پست کامنت کنید. عالم، آگاه و سرفراز باشید. پیج بلک هولز.